مجتبی خامنه‌ای، خبرسازترین فرزند رهبر جمهوری اسلامی، آقازاده‌ای در سایه که نامش برای بعضی با جانشینی رهبری گره خورده. گمان زنی‌ها درباره او فراوان است، اما اطلاعات دقیق بسیار کم. از زمان اعتراضات معروف به جنبش سبز در سال 88 نام او بر سر زبان‌ها افتاد. معترضان فکر می‌کردند قصد دارد رهبر شود. زنی که در این سالها همچنان به قوت خود باقی مانده. دیروز ویدیویی غیرمنتظره از او منتشر شد. گفت کلاس‌های درس خارج فقهش را لغو کرده. پدر بزرگوار بنده هم از این مطلب خبر ندارند. صرفاً با دو نفر که یکی از اونها از دوستان همین مباحثه است و یکی از نزدیکان هستند، من این مطلب رو در میون گذاشتم. ممکن است که این مطلب همیشگی باشه، اما ممکن است که موقت باشه. فعلا بر بنده این مطلب مجهول هست. همین ویدیو کافی بود تا بحث بر سر رهبری سوم جمهوری اسلامی و نقش او حتی داغ‌تر شود. در پاسخ خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران مقاله‌ای منتشر کرد. در این مطلب آمده که صدها نفر در کلاس درس مجتبی خامنه‌ای شرکت می‌کردند و عرف است که مدرسانی که کلاسشان شلوغ می شود درسشان را تعطیل کنند. دلیلش را هم تربیت نفس عنوان کرده. به زبان ساده یعنی مراقبت می کنند که دچار غرور نشوند. حضور پرتعداد شاگردان در کلاس های مجتبی خامنه ای اما نشانه چیست؟ محبوبیت او یا نزدیکیش به قدرتمندترین شخص حکومت؟ خب حالا مثل شما که نمیتونید اوایل انقلاب زمانی که حسین علی منتظری جانشین آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود در کلاس‌هایش جا برای سوزن انداختن نبود. وقتی آقای منتظری قائم مقام رهبری بود توی حسینیه که هیچ میومد تو خیابون هم میشستن. آقای منتظری به محض اینکه اون شب اومدن و بعد از نامه آقای خمینی دیوار دور خونش رو با بولدزر سپاه ویران کرد، فردا صبح دو نفر هم نمی اومدن. یعنی رفتن درس آقای منتظری که شجاعت میخواست، یعنی کسی که بعد میرفت اونجا بعد پی همه چی رو به تنش میمالید. اما درس خارج فقه اصلا چیست و چه اهمیتی دارد؟ پیش از آیت الله خامنه ای درس خارج نشان دهنده اجتهاد یک مدرس بود. بعد از اینکه آیت الله خامنه‌ای به قدرت رسید اساساً مسئله اجتهاد، مسئله مرجعیت تغییر کرد و در حوزه شروع شد به درس اجتهاد، درس خارج گفتن به شکل بی‌رویه. یعنی ما الان صدها درس خارج در قم داریم، در تاریخ بی‌سابقه است. یعنی الان هر کس که می‌خواد بره توی حکومت میاد درس خارج میگه. یعنی کسانی که درس میدن اصلا مسلط نیستن، شایستگی ندارن. ثانیاً کسانی که این مقدار تقاضا وجود نداره، در نتیجه کسایی که درس خارج میدن اغلب اینها به طلبه هایی که درس خارج میدن بهشون پول میدن، یعنی ماهانه بهشون حقوق میدن و این یک مشوق مالی شده برای اینکه یه طلبه ای به جای اینکه مثلا بره یه درس خوب رو انتخاب بکنه اونجا تحصیل بکنه، از صبح تا غروب 5 6 تا درس خارج میره به خاطر اینکه از همه اینها پول بگیره و به اصطلاح یک منبع درآمد شده. یعنی زود بری تو رخت خواب و زود بلند شی. از زمان برکناری حسین علی منتظری از سمتش در سال 68 دیگر در ایران جانشین رهبر معرفی نشده. آیا تا به الان گزینه‌ای مطرح شده برای رهبری؟ نه. تا حالا کسی مطرح نشده؟ نه، این یه چیز بسیار محرمانه که قابل طرح نیست. یعنی کسی که فقیه با تجربه شناخته شده که با جایگزین رهبری بشه در رسانه‌ها مطرح نیست. نظرتون چیه؟ خب ولی نباید هم باشه. برای اینکه ترورش می‌کنه. آیا مجتبی خامنه‌ای گزینه رهبری است که به خاطر امنیتش پشت پرده مانده یا تعطیلی کلاس‌های خارج فقهش او را از صحنه به سایه خواهد برد؟ پرهام قبادی، بی بی سی.